د ایران ځنګړی استازی او سفیر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست ښاغلی امیر خان متقی سره په لیدنه کې په نږدې راتلونکي کې کابل ته د ایران د عدلي وزیر او د قضایي چارو د پلاوي له سفر خبر ورکوي. د کاظمي قومي په خبره یاد پلاوی به له افغان لوري سره په ایران کې په اعدام د محکومو افغان بندیانو په اړه خبرې اترې وکړي. سلام ستړي مشئ، په نننۍ څار خپرونه کې د خپرونې له میلمنو سره په ایران کې د افغان بندیانو او کابل ته د ایران د قضایي پلاوی د راتلونکي سفر په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دي راسره د سکایپ له لارې د کډوالو چارو شنونکي هر یو، ښاغلی محمد خان محمدزی له ایران او ښاغلی عبدالشاکر کوسار له آلمانه را سره مل دي. درنو میلمنو، تاسو بحث ته ښه راغلاست. وایم محمدزی صاحب، له تاسو به یې پیل کړو. ایران کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د افغان بندیانو وضعیت څنګه دی ستاسو له نظره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و شبکه آرن نیوز، همونطور که مصدر هستید، طی سالهای اخیری که در افغانستان تغییرات اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و جرائم هایی که امروزه دامنگیر کشورهای منطقه را هم حاصل این نتیجه بوده است، مهاجرین افغان که بعد از تحولات افغانستان و قبل از تحولات افغانستان که از طریق غیرقانونی وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده بودند، یک سری جرایم هایی که از قبیل قاچاق مواد مقدر، از قبیل قاچاق انسان و جرایم های گوناگونی که اموال تخریب یک سری از اینها که در اختشاشات اخیر هم دستگیر شده بودند، این زندانی ها که با پیگیری اخیری که امارات اسلامی افغانستان در توافقنامه‌ای که دولت سابق افغانستان در سال 1385 بر اساس آن تبادل زندانیان صورت گرفته که در سلسله مقدماتی که امروزه در چند مرحله زندانیان افغان توانستند که به کشور خودشون باز بگردن و در اونجا دوره سفری زندانی خودشون را همونجا طی بکنن که در کنار و در آغوش خانواده خودشون نزدیک هم باشن. بحث دیگری که امروزه دامنگیر این چالش ها شده است، باید دو کشور بر اساس آن باید کمیته‌هایی تشکیل بدهد که این 6000 زندانی هایی که اخیراً توسط وزارت خارجه ایران ایراد در سخنرانی که داشتن باید تکمیل بشود که این زندانی ها بتوانند به افغانستان بر بگردند. مننه محمدزی صاحب. تاسو بیرته راګرځو. جناب کوسار صاحب، کراته وای په ایران کې د افغان کډوالو نیول کېدل ستاسو له نظره څومره قانوني بڼه لري او څومره دوی سره انساني برخورد کیږي؟ با درود سلام خدمت شما و جمع همکاران، همه مردم افغانستان، امیدوار هستم که شب و روز زندگی به خیر بگذاره. در قسمت بندی هایی که در کشور ایران قرار دارن و جانهای مختلف شاید مرتکب شدن یا بهیله ها و نیرنگ های مختلف شاید گرفتار شدن، امروز اشاره باید تیره بکنم که متاسفانه شرایط و اوضاعی که فعلا در افغانستان جریان داشته از گذشته ها تا به امروز، متاسفانه اکثر مردم ما بر تن به مهاجرت های غیر قانونی دادن که کشور ایران در همسایگی قرار داره و یگانه راه نزدیک و راهی که مردم از لحاظ اقتصادی برای کار و یا مشکلات سیاسی اجتماعی و فرهنگی که دامنگیرشان بوده در گذشته و امروز تن به مهاجرت غیرقانونی داره و یقینا که یگانه مسئله جرم و جنایتی بزرگی نبوده دلیل که باید پابندی شد. میتونه که نداشتن اسناد، نداشتن مدارک سفر برای مهاجرین ما خودش جرم داشته شد. در صورتی که کنوانسیون های حقوق بشری و سازمان های حقوق بشر و مدافع حقوق مهاجرین میره تثبیت کردن وقتی یک شخص، یک شهروند در کشور خودش سه بار برای زندگی و بر نقاط مختلف کوشش برای یک زندگی آرام و یا زندگی فردی خود میکنه و نتیجه بخش نمی باشه، حق داره تا کشور شب با مهاجرت غیرقانونی رها کنه و به کشور دومی سفر بکنه.
که اکثر مردم افغانستان فعلا در امو وضعیت و در امو حالت قرار دارند و به یقین که تنها به ایرانی و کشورهای مختلف دنیا و مهاجرت‌های غیرقانونی و اکثرا تلفات دامنگیر مردم ما، اکثر جوانهای ما شبانه روزی در مسیر راه‌ها در کشورهای همسایه در آسیا و هم در کشورهای اروپا و بالکان روزانه تلفات بیشتر و زیادتری از مهاجرین افغانستان هست که متاسفانه به اطلاعو در گوش ما میرسه. در قسمت تحویل دهی زندانیان و مجرمینی که در ادوای افغانستان هستند و امروز در بند و در نظر بند کشور ایران قرار دارند، باید بگویم که متاسفانه اون شرایط هم اگر امروز تبادل بندی ها و مجرمین بین دو کشور در گذشته ها صورت می گرفت، امروز همه هم در بنبست به خاطر نداشتن یک حاکمیت یا حکومت رسمی یا به رسمیت شناخته در افغانستان است. کی هم باز هم می رسیم که مشکل اساسی، مشکل اصلی از خود ماست، از حاکمان امروزی، حاکمان گذشته و دولت هایی که در افغانستان ادعای حاکمیت و ادعای حکومت داری می کنند. متاسفانه حق و حقوق شهروندا هم از لحاظ سیاسی، زندگی فردی، زندگی اجتماعی و زندگی حق و حقوق مساوی شهروندی برخوردار نبودن و امروزه هم در حاکمیتی که وجود داره میبینیم که به روزانه بیشتر و بیشتر تر شده میره تعداد مهاجرین غیر قانونی به کشورها و این که تبادله زندانیان صورت نمیگیره، ایره هم یک دلیل میبینم بر نبود یک حکومت رسمی در افغانستان که امیدوار هستم حاکمین امروز و جمع سیاسیون و کسانی که خود را زمامدار حکومت در افغانستان میبینند هرچی زودتر بر خواسته های مردم افغانستان و آنچه که حق و حقوق شهروندی بر مردم افغانستان از به این نظر احترام بگذارد تا ای که ما از تلفات بیشتر ادوای افغانستان در مسیرهای مختلف و همچنان در داد و ستد و در روابط فرهنگی و سیاسی و دیپلماسی خود با کشورها کشور خود را از انزوا بکشیم و یک کشوری مستقل و آزاد و وضعیتی را بر مردم افغانستان و در قسمت مهاجرین حداقل پیدا شود تا که ما بتانیم تبادل صورت بگیره و مردم افغانستان یک حکومت رسمی و مستقل داشته باشه. مننه کوم جناب کوثر صاحب. رازم دیته کابل ته د ایران د قضایي پلاوی سفر څنګه ارزوي چې پراتونکي کې به راسي افغانستان ته او همدارنګه د هېواد د عدلي وزیر هم ممکن دې سفر کې وي او کابل ته راسي او د افغان بندیانو دغو بندیانو په تړاو چې په اعدام محکوم دي د افغان چارواکو سره خبرې وکړي؟ خب آمدن حیات یا وزیر مهاجرین ایران یا مسئولینشان به افغانستان هیچ دردی را در قسمت مهاجرین افغانستان دوا نمی کند. ما در گذشته تا امروز اکثرا سفرهای و مجالس و حرکات دیپلماسی و رفت و برگشت مسئولین در کشورهای همسایه و بوده و همیشه خواهد بود، اما ریشه‌یابی اصلی مشکلات مردم افغانستان هیچ وقتی سر از او بحث صورت نگرفته و ریشه‌یابی نشده، بخصوص در شرایط فعلی که اعمار بندها در افغانستان و کمیت آب در ایران دیدیم که واکنش های سیاسی را برا داشته و من این سفر هم زیادتر فکر میکنم امو جرابست ها و امو مسائلی هست که باید حل شوه و این زدبند های سیاسی و بازی روابط به خاطر تعاملات و روابط یا مسائل آب و حقابه و این گفایی هست که پشت پرده است و این روی مسائل یعنی فکر کوی جناب کوثر صاحب، یعنی فکر کوی دغه حیات را تاگ یو دول سیاسی ګټه اخیستل دی افغان لوري څخه تر څو د بندیانو ترنامه لاندې خپل مخ ته ورسیږي؟ بله،
به خاطر از اینکه فعلا یک چیز براتان اشاره بکنم که متاسفانه ادبای افغانستان در اکثر کشورها در حالت بسیار بدی قرار داره و حاکمیت فعلی و کشورهایی که در مسائل سیاسیشان و در روابطشان در دیپلماسیشان اکثرا سوء استفاده از امی بیچارگی و مشکلاتی که مردم و ادبای افغانستان در بیرون دارن از این سوء استفاده شده در گذشته ها. امروز هم مسئله ادبای افغانستان فکر میکنم که اصلا مطرح نیست و روابط ایران فعلا چون تیره تر شده و بخصوص به قسمت عقابه و این مسائل و شاید هم روی امی مشکلات مهاجرین و به نوع آنچه که حق مردم هست شاید در مقابل از او بر پرداختن او حق شاید یا حقهای دیگه سیاسی و از لحاظ دیپلماسی بین خود تبادل و گپای خود را داشته باشه. من نکن کوسار سه بیرتا تستر اگر زولند در مال رو بیرتا اگر د خبرونه دوام تکرار لاس محمد زئی صاحب خغلی کوثر صاحب خپل خبرو کې ویلي چې کابل ته د ایران د قضایي پلاوی راتلونکي سفر هیڅ ډول افغانانو ته ګټه نه رسوي. ستاسو نظر څه دی؟ څه فکر کوئ؟ سفر اخیر هیئت قضایی ایران به افغانستان در گام اول یک امیدواری را نشان میداد که بتونیم در عرصه قضایی تبادل. البته یادونه وکم تر اوسه پورې سفر نه ده کړی محمد زئی صاحب، په راتلونکي کې به سفر وکړي. در مورد این که با همونطور که در سیاست گذاری خود امارات اسلامی این است که با کشورهای منطقه و کشورهای جهان تعامل میخوان برقرار بکنن و این خودش به عنوان این از یک گام نیک است که در این حوزه بیشتر امارات اسلامی با دستگاه های قضایی جمهوری اسلامی ایران باید در این موارد که امروزه ما تعداد زندانه هایی که امروزه در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برد باید وفق همون توافقنامه ای که بین وزارت عدلیه افغانستان و وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران امضا شده است باید آغاز بشود که این زندانیان را با پیگیری و جدیت پشتکار در کشور ما دنبال این باشیم که یک جامعه ایدئالی را در دو طرف باید داشته باشیم که این نمی شود در اون طرف ما قضیه ایران را بر می گردد به فقر و اقتصادی که دامنگیر این مهاجرین را ما خودمون در تحقیقاتی که در یکی از این جرایم ها را ما بررسی کردیم بیشتر بر می گردد به خاطر شرایط اقتصادی در افغانستان بوده و این هیئت آمدنی که بخوان در آینده به افغانستان برود در گام اول ما امیدواری هستیم که بتونن تکمیل شدن تمامی این زندانی هایی که امروز در زندان ایران به سر میبرد باید انتقال به صورت شفاف و قانونی صورت بگیرد که در اون قضیه هم باید انتقال محکومین بر مبنای اصول انسان دوستانه ای که حمایت از محاکم خارجی و کمک به اصلاح بازتوانی در صورت که میپذیرد اصلی ترین عامل فراهم شدن زمینه انتقال محکومان به عنوان یکی از مصادیق مهم و همکاری با دستگاه های قضایی است که باید مرجع بین‌المللی توسط دولت ها باید امکان اجرای احکام کیفری که امروز در جمهوری اسلامی ایران این مهاجرین یا متهمینی که سفری میکنن باید بر اساس همین قوانین در اونجا باشون برخورد بکنن که در واقع میتونیم گفت که تنها جایی که به معنی دقیقمون کلمه حکم کیفری صادره در کشور ثالث هم باید طبق قوانین همون کشوری که رأی صادر شده است باید برخورد بشود. محمد
په بخنه سره تاسو په خپل خبرو کې مخکې ویل چې یو شمیر افغانان د ایران په وروستیو اختشاشونو کې لاس درلود، څومره مطمئنه سئ چې دې اختشاشونو کې افغانانو هم لاس درلود او دوی د ایران د حکومت لخوا نیول شوي دي اوس په زندانونو کې پراته دي؟ بنا به گزارش دستگاه قضایی که هم وزارت کشور ایران و هم دستگاه قضایی ایران در بیانات خودشون این صحبت های خودشون گفتن که اختشاشگرانی که اخیراً از کشورهای منطقه دست داشتن و عده ای از مهاجرین بودن که بعضی از اینها تردید شدن از کشور، بعضیشون رسیدگی میشد به جرایمشون که خوشبختانه اگر در گام اول اینها مرتکب یک جرم شده باشد به اونا تخفیفاتی داده می شود. خب مستقیم در افغانستان نوم نده خیصل سایزه که تاسو هم دوستم بخپل خبری که واید چی در ایران حکومت البته قضایه قوا هم درنگه در کورانه چار وزارت ویلی دی چی در سیمه هوادون رو سخرا غلی دی، یعنی ندی ویل سیو چی افغانان سمه ده؟ در صحبت های اینها شفاف اینا بیان کردن که دی از هموطنان ما در این اختشاشات دست داشتن که اونهایی که اموال عمومی و اموال دولتی مثلا اختشاش که اونها در اون محل حضور داشتن بنا به قوانین جمهوری اسلامی هر شخصی که علیه نظام و علیه اموال دولتی که مثلا غارت یا مثلا اونها را مثلا شکستن شیشه های بانک ها و اینا که نقش داشتن عده‌ای گفتن بنا به گزارشی که از طریق دولت دستگاه قضایی صورت گرفته است عده‌ای گفتن از کشور افغانستان بوده است که ما با پیگیری‌هایی که هم صورت گرفته مشخص شده بود که اندک این قضیه هم صورت گرفته است. من نکم بیرت تاست را گرزم جناب کوثر صاحب ښاغلي محمدزی ادا وکړله چې د ایران حکومت داسې ویلی دی چې ګوندی په وروستیو اختشاشونو کې د ایران ځینې افغانان هم سته، خو دغه څه چې ښاغلي محمدزی صاحب وویل یعنی په ټوله کې ایران داسې مشخص نوم نه دی اخیستی د افغانستان، ستاسو نظر څه دی؟ آیا ممکنه ده چې افغانان د ایران په وروستیو اختشاشونو کې لاس درلوده او بیرته نیول سوي دي او تر اوسه پورې هم د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تېروي؟ به نظر من خب از اینکه جمعیت مهاجرین افغانستان در ایران بیشتر هست و امکان داره که در بعضی جایها عبور و مرور خود را در مناطق و جاهایی که اختشاشات وجود داشته داشته باشند، اما در قسمت از اینکه اینها کدام گروه و تیمی را رهبری کرده باشند بر علیه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در ایران ای دور از حقیقت خواهد بود و است، چون ما مردم افغانستان که در ایران میبینیم که اونها با هیچ مسئله دستاندازی و مداخله ندارن، همیشان اکثرا مصروف به کاروبار و در یک معاش بسیار اندکی چاره زندگی شبانه روزی خود را میکنه. همو کسانه است که ما طبیب باشیم همو درد خود را دوا کنیم. ما اگر مسائل مشکلاتی که فعلا در ایران بود و اعتراضاتی که وجود داشت، اختشاشاتی که وجود داشت، این دامنه ایش در خود ایران، گرچه که گروه های خود در داخل ایران بودن، اما اکثر فعالیت ها از بیرون، از اروپا تا امریکا در اینجا دسته های بیرونی ها و گروه های خودی وجود داشت که اینها را سازماندهی میکرد. این سازماندهی ها نه از داخل افغانستان بوده و نه از طرف اتباعی افغانستان، اما متاسفانه از این که ما مردم در یک شرایط قرار گرفتیم که بازم میگم که هم دنیا ما را فراموش کرده و هم حاکمیت و یک حکومتی نداریم که نمایندگی از مردم افغانستان بکنه، باعث شده که در هر جای ما امو سنگ هر رهروی به سر ما بخوره، که امروز هم ای که تعدادی از هموطنان ما به جرم از این که در اختشاشات حضور داشتین گرفتار شدید، با وجودی که ما این مسئله را میفهمیم، درک میکنیم که اکثر مردم ما در روز بدلایل نبود امکانات
اقتصادی در افغانستان، حق حقوق شهروندیشان از لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حق تعلیم، حق مشارکت سیاسی و این دلایل بوده که تن به مهاجرت دادن. و ما مشاهد بودیم به ایران، به کشور ایران سفر داشتیم، با اکثر مهاجرین ما صحبت کردیم، دیدیم که اکثرا در اوجه هم فعلا هم در مشکلات قرار دارن و آنچه که حق و حقوق بر یک مهاجر و بر یک انسانی که به مهاجرت غیرقانونی تن میتوه و باید ثبت پروگرام های به دست آوردن اسنادشان و این مدارک دسترسی پیدا کنند، به او امو حق حقوق اولیه خود که در از لحاظ حقوق مهاجرین هست نرسیدند. و این هم دلایلی بوده که نبود یک حاکمیت یا یک دولتی که در افغانستان برابر خدماتی برابر مردم ملکی خود داشته باشند. شما میبینید کمیل اعظم اکثرا مهاجرین ما که در اونجا هستند نبود اسناد، نبود پاسپورت، نبود تذکره، برشان یک مشکل بس تا بزرگ و کلانی پیش رویشان آمده. همین رقم در اکثر کشورها که مهاجری که به مهاجرت غیرقانونی تن داده نبود اسناد یا گم شدن مدارکش به کشور دیگه که میرسه، تا به زمانی که این هویت خود مشخص بسازه که این از افغانستان است و مدرکی را پیشکش بکنن، تا او زمان همه کشورها به عنوان یک مجرم طرف از او نگاه میکنن و متاسفانه با او یک برخورد درست انسانی صورت نمیگیره. نه تنها در ایران بلکه روزا میبینیم در پاکستان اکثر مهاجرین ما تبعید میشن، بندی میشن، حتی خانما با طفلایشان با وجودی که ویزه داشتین ویزهشان امروز تمدید نمیشه و در جایی که پلیس دستگیرشان میکنه به بندیخانه انتقالشان میده، بعد از 3 ماه زندان تمام دار و ندارشان از ما گرفته میشه و وارد به سرحدات افغانستان انتقال میدن و پیاده میکنه. که حتی به این مشکل تا امروز نه سازمان های حقوق بشری رسیدگی کرده و نه هم دولتی که باشه در افغانستان از مردم افغانستان این چیز بکنه، پشتیبانی بکنه یا حداقل نمایندگی بکنه، وجود نداره. به اون لحاظ مردم افغانستان متاسفانه خانه اصلیشان به آدرس شده و از ها هیچ کسی نیست که در هر گوشی از جهان از ها بازخواسته بکنه، پرسانی بکنه و به مشکلاتشان و مشکلات مهاجرتشان رسیدگی شود. سفارت خانه که در بیرون از افغانستان است متاسفانه همچنان در یک مشکلات که هیچ خدمات درست اساسی که برای تبعی کشورش انجام شوه و انجام بتن که نمیتن و اکثرا مهاجرین ما به این مشکلات دچار هستن. و گفتم که کشورهای بیرونی هم نداشتن اسناد، نبوده مشخصات فردی و امو شناسنامه شد، باعث شده که در اکثر جای بیرون یک مجرم با اینها برخورد شد و امکان هم داره که حتی اسناد هم ولری سمدن؟ بله اکثرا مهاجرین ما فعلا هم در اروپا هم در کشور ترکیه، یونان، کشورهای بالکان در همه جای در همین مشکلات گرفتار هستند و روزه میبینیم که خیلی از مردم ما به مشکلات و تکالیف روانی و مشکلات خانوادگی و حتی به خودکشی ها روی آوردن و اکثرا ما مردمی را داریم که متاسفانه جوانای ما هر روزه از فامیلاشان تماس میگیرن که فرزندشان از حالت روانی و از خلای دماغ رنج میبره و این مشکلات هم در دامنه و در مهاجرت برشان پیش آمد. میفهمیم که مایوسیت و مشکلاتی که برشان دامنگیر شده و نبود امکانات، نبود یک آدرسی که بتانند به عنوان کشور مسئولشان، کشور خودشان یا نمایندگی های کشورشان به اونجا مراجعه بکنند و به این مشکلاتشان حداقل رسیدگی شود و یک دیپلماسی وجود داشته باشه که حداقل از حق و حقوق انبای کشور افغانستان در بیرون دفاع شود. متاسفانه این مشکلات دامنگیر ماست و تا زمانی که ریشه یابی و ریشه مشکلات مردم افغانستان که یقینا در خود افغانستان است این حل نشه، ما روز به روز بختر و بیچارتر و رنگزرتر و در یک مشکلات بس بزرگ دیگه روز ما داخل خواهد شدیم. من نکم لنده دامل رو بیرتر اگر سو
د خبرونه دوام ته راغلست. محمد زی صاحب، په ایران کې د کډوالو د حقونو د دفاع لپاره څومره ټولنې شته چې هغه افغانان سرپرستی کوي او د افغان کډوالو څخه د هغوی د حقونو دفاع کوي؟ در کشور جمهوری اسلامی ایران نهادهایی هستند که یک متولی این کار هستند. اداره اتباع امور مهاجرین خارجی هستند که در اونجا کمیته حقوقی دارند، کمیته فرهنگی دارند، کمیته صحت دارند که در موقع رسیدگی به صحت درمانشون یا بیمه دفترچه براشون صادر می شود. در یک بحث حقوقی کمیته هستند. اگر شهروند افغانی اگر در هزینه کمتر یا پولی در قبال وکیل نداشته باشد میتونن به این اداره مراجعه بکنن که وکیل رایگان در اختیارشون میگذارن با هماهنگی دستگاه قضایی. یک سری هم اصلا کمکایی هستن از طریق انارسی است که اینا کمک ها بعد از تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران این کمک ها کاهش یافته است که به صورت اندک در بعضی از اردوهای توضیح می شود که خود دفترهای یکی از امور بهبود مهاجرین در سطح استان است که بعضی مسائلهای حقوقی و اینها را رسیدگی می کند و کسانی که اسناد قانونی دارند چه همین سرشماری هایی که امروزه در ایران برای اون تعداد افغانایی که بعد از تحولات افغانستان قریب به 2 میلیون نفر مهاجر جدیدی به این مهاجرین اسفق اضافه شده است که آماری که بر اساس گزارش های اداره اتباع وزارت کشور تقریبا 6 میلیون نفوس مهاجرین در ایران ثبت و راجستر شده بدون اون که غیر قانونی وارد می شود نامعلوم است که ما میتونیم اینها را هم تخمینی به 8 میلیون نفر هم بزنیم که یک یعنی طول قانونی و غیر قانونی کډوالو سره 3 میلیون افغانان په ایران کې ساسو له نظره اوسی؟ بله، تقریبا گفتیم 6 میلیون نفر ثبت راجستر شده بودن و بعد از همین تحولات افغانستان 2 میلیون نفر وارد کشور شده بودن که هر روز مدنی غیر قانونی وارد ایران می شود که دیگر کشور ایران ظرفیت اینو ندارد که اینا را نگهداری بکنند یا برای اینا امکانات تحصیلی و امکانات شرایط مسکن و اشتغال ایجاد بکنند. محمد زی صاحب، کراسو د افغانانو ستونزو تا ډیره وخت افغانان په ایران کې د ایران د حکومتي چارواکو خصوصا له پولیسو څخه شکایت کوي او همدار از د خپل حقونو په تړاو چې حتی هغه کسان چې اسناد هم لري وای چې موږ له ډیرو ستونزو او کړاوونو سره لاس او ګریوان یو. اوس دغه ټولنې چې تاسو نومونه یې واخیستل چې د افغان کډوالو له حقوقو څخه هلته دفاع کوي، دوی د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ ولې تر اوسه پورې داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې یا حد اقل دغو افغانانو نه دي ویلي چې دغې ټولنې موږ سره همکاري وکړل تر څو دغه زموږ ستونزه حل کړي؟ این 6 میلیون نفری که امروز ثبت راجستر شدن از همه امکانات این کشور دارن برای استفاده میبرن و گفتم از خدمات دانشگاهیشون، خدمات آموزش پرورششون، مدارس دانشگاهیشون، از همه این خدمات اینا استفاده کردن و یه اندکی که غیر قانونی وارد میشون اینا مسلم هستن که باید برن در چارچوب قانون برای خودشون مدرک درست کنن. البته یادونه وکړم محمد زی صاحب، تاسو ویلی چې د پانتون له خدمات څخه هم دغه افغانان استفاده کوي، خو ډیری افغانان وایي چې موږ کله چې هلته موږ د مکتب دوره خلاصو حکومت دې اجازه موږ ته نه راکوي چې د یو مهاجر په توګه موږ هلته لاړ سو تحصیل وکړو. یو هغه کسان دي چې په بورسیو ځي، د بورسیو مسله بیله ده، خو هغه کسان چې هلته اوسي له کورنیو سره وایي چې موږ ته د دې اجازه نشته چې موږ له مکتب نه وروسته پوهنتونونو ته دننه شو یا د کانکور ازموینه ورکړو. تاسو څنګه وایي چې دا کسان د پوهنتون له مزایو څخه هم ګټه اخلي؟ خوشبختانه بخشنامه اخیر و همون طرزالعمل جدیدی که وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران صادر کرده اتباعی مهاجری میتونند با همون کارت آمایش برای خودشون در ایران از خدمات
دانشگاهی استفاده بکنند، چون در قبل باید میرفتیم به پاسپورت و خدمات که سفارت باید به اتباعی افغانستانی میدادد، به دلیلی که توافق شده بود و هویت شناسی از افغان ها صورت نمیگرد و مراکز دستگیرهایی که در ایران باز شده بود بعد از این تحولات بسته شده بود، اخیراً هم این گام نوینی است که از طرف خود دولت صادر شده است که همه مهاجرینی که بعد از تحصیلاتشون میتونن از خدمات دانشگاهی استفاده کنن با اون کارت آمایشی که دارن تا مرحله میتونن مخمی یعنی هم بقید اوسیدو کارت دیستم بده؟ بله بله، کارت مهاجرین است که قبلا باید پاسپورت تحصیلی داشتیم و به دلیلی که چون پاسپورت از طرف امارت اسلامی تانوز به کندی صورت میگرد در تهران و در مراکز سیاسی نمایندگی افغانستان، خوشبختانه اخیراً هم دولت ایران یک بخشنامه‌ای را صادر کرد که همه مهاجرینی که نیاز دارن میتونن از خدمات دانشگاه استفاده کنن، با اون کارت آمایش میتونن تو هر دانشگاهی ثبت نام کنن. من نکم تاسو به تر اگر محمد صاحب د کوثر صاحب جواب ته پتم یو، کوثر صاحب کراسو د مسلې ته د دوه هیوادونو ترمنځ د بندیانو تبادله څومره د دوه هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي؟ باز هم خدمتتان باید عرض بکنم که متاسفانه وضعیت فعلی در افغانستان تعاملات و تبادلات امروزی روی هیچ مسئله ای که به مردم افغانستان مفید واقع شده و یک بنبست. فکر کنم که سر صاحب سر زموږ اړیکه د اوس لپاره پرې سوله د تخنیکي ستونزو له امله. محمد ځای صاحب بیرته تاسو سره ګرځو. کوثر صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې د کډوالو ستونزو اصلي هغه ریښه یې تر اوسه په هیڅ ځای کې نه ده پیدا شوې. تاسو څه فکر کوئ، ستاسو نظر څه دی؟ تر کوم ځایه توانېدل یاستئ چې دننه په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې پیدا کړئ چې د دوی اساسي ستونزې څه دي او باید څه ډول حل کړی سي؟ تغییراتی که به عمل آمده، بیشتر مهاجرین نیاز می‌بینند که برای خودشون پاسپورت صادر بکنند، به دلیلی که گفتیم تا ماشین‌خوان دستگاه ماشین‌خوان پاسپورت ها ایران در دسترس سفارت‌های سفارت و نمایندگی افغانستان در ایران زایدان مشهد وجود ندارد. یه عده دستگیریه اندک دستگاهی آورده شده است که به اطفال زیر 10 سال پاسپورت صادر می شود که یکی همه مهاجرین نیاز دارند در این خدمات که حق شهروندی هر کشور است باید استفاده بکنند. در گام دوم مشکلات مهاجرین برای این هستم که نامعلوم است که آیا ما برای بازگشت به افغانستان باید چه راهکاری داشته باشیم. پس ما اینو بنا اینو می گیریم که امارت اسلامی و دولت کنونی افغانستان باید مسیر رشد و تعالی افغانستان یعنی ایجاد اشتغال را در افغانستان و اون امروزه که ما میبینیم در قراردادهایی که در حوزه معادن افغانستان صورت گرفته، باید برای جوانان عزیز، برای اون اشخاصی که مسلکی هستن در این حوزه بتونن برگردن به افغانستان خدمات را ارائه بدن و این کارکرده های خودشون را بتونن در کشور خودشون دوباره دنبال همون ایجاد اشتغال و راهکار اساسی به نظر من همین است که بتونن برگردن به کشورشون خدمات را به مردم عزیز افغانستان انجام بدن. و در اینجا یک دوره موقت کوتاه مدتی است که ما در کشور ایران هستیم، بنابراین ببینیم که در افغانستان آینده به چه سمت و سوی پیش می رود. یعنی تروس معلومه ندارد راتون که در مهاجرینو سامده؟ مننه کوم. بیرته راګرځو لنډه دمه لرو. د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. کوثر صاحب، په ایران کې 6000 افغانان بندیان دي. دا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو مشر دا خبره کړې ده. څه فکر کوئ دومره بندیانو کې به څومره کسان
هغه بندیان وی چې اوس پر دوی باندې د اعدام حکم صادر سوی او د ایران قضایي پلاوی غواړي افغانستان ته راسي او د دغو بندیانو په تړاو پرې خبرې وکړي؟ باز هم خدمتتون عرض بکنم که 6000 بندی که در ایران امروز به جرمای مختلف با حکم اعدام شما گفتید بالاشون صادر شده، با او لحاظ میخواهند سفری داشته باشه حیات ایران. خب ما به هر شرایطی که باشه خواست همه مردم همی است که ادبای افغانستان تا مجرمینشان باید به کشور خودشان برگردان نشان و از لحاظ امو مسائل قضایی و قانون قضایی که با آنها رفتار شود، یا حداقل دوری که بندی می باشند در کشور میزبان بعد از او پس به کشور اولیشان فرستاده شود. خب این یکی از حق و حقوق هر انسان در هر گوشه از دنیا که باشه ای است. اما در قسمت سفر مسئولین ایران و افغانستان باز هم اشاره ما ای است که امکان داره که حداقل به این 6000 نفر یک رای حلی پیدا شود و یا به افغانستان تبادله شود، یا با مجرمینه که از ایران به افغانستان است یا از به نوای مختلف دیگه. اما در کل فعلا اوضاع سیاسی و اوضاع دیپلماسی دنیا و بخصوص کشور ایران و افغانستان در شرایطی هستند که معاملات و تبادلات بسیار مهم و بزرگی نسبت به شرایط مهاجرین نهفته است. هرچند که میبینیم که تعداد از مهاجرین که حداقل ثبت شده در کشور ایران به 8 میلیون تخمین زده شده، که یک ارقام بسا بزرگ و حتی اکثر کشورها 8 میلیون نفوس ندارد. شما میبینید که یک نفوس بزرگی از جامعه افغانستان امروز به کارهای شاقه و مشکلات بسا بزرگ، اما به هر کار و هر راه حرکت میکنن، از مزدورکاری تا به کار روی جاده و روی سرک و باغداری و نگهبانی و همه این کارهای شاقه کشورهای همسایه را مردم و جوانای نسل جوان خود ما هست که متاسفانه قوت قوه کاری ما همیشه به کشورهای بیرونی سرازیر شده، در صورتی که قوه کاری یک سرمایه بسا بزرگ به هر کشور مطلق میشه. ما باز هم اشاره بکنم که یک ارقام بسا بزرگ است و روزه به این ارقام افزوده میشه. خب این مشکلات تا زمانی که در افغانستان یک شرایط و یک اوضاعی که تمام مردم افغانستان به او قناعت نکنند و حق حقوق همه شهروندا در نظر گرفته نشه، از شمال تا جنوب و شب تا غرب افغانستان به خواسته های زن و مردی سرزمین احترام گذاشته نشه و از حق حقوق اساسی شهروندی مردم به او رسیدگی پیدا نکنند، این مهاجرت ها بیشتر خواهد شد. و در ضمن هر کشوری که مهاجرین و عمو ادبای کشورها می باشد طبعاً در مقابل خواسته که امروز گروه حاکم از کشور ایران داشته باشه بر انتقال بندی ها و مجرمین از ادبای افغانستان که در ایران هستن، طبعا کشور ایران در مقابل از این چیزهای دیگه خواهد خواست و حتما طلب خواهد کرد. یکی از مسائل حقابه هست، دوم مسائل چند باری که در سرحدات افغانستان بین نیروهای مرزی ایران خشونت ها و زد خورد پیدا شد، این مسائل هست. و در پهلوی از او فعلا امو اوضاع سیاسی گپای دیگی را پشت پرده داره که باید در مقابل و در مقابل خاص گروه طالب ها از ایران حتما کشور ایران طلب ها و گپای خود را داره، هم در قسمت حق، هم در قسمت سرحدات و هم در قسمت اوضاع سیاسی و دیپلماسی که در آینده رقم خواهد. کوثر صاحب اوس التیات څه ده، باید څه باید وشي د حکومت له لورې تر څو دغه مهاجرتونه چې تاسو یادونه وکړه نور ډیر کچه را ټیټه سي او دلته خپل افغانان په خپل هیواد کې ځان خوندي احساس کړي او وکولی سي همدلته هغه کوم زحمت چې په نورو هیوادونو کې باسي په خپل هیواد کې وباسي؟
در قسمت پیام شما باید گفت که ما از گذشته تا به امروز حداقل 50 سال شده که مردم افغانستان همه امیدهایشان ازشان گرفته شد و بخصوص در این مدت 25 سال 30 سال گذشته که هر روزه مردم افغانستان متاسفانه گوشت ماشین بودند و در هر جایی هم در داخل افغانستان و هم در بیرون هر روزه قربانی بیشتر داشتن، اما به ارزشترین اتباع در سطح جهان. متاسفانه یک چیز واقعیتی است که تلخ است، اما باید بپذیریم که ما در همه جای مورد آزار، اذیت از حق و حقوق ما، حق و حقوق انسانی و از مهاجرت تا حق و حقوق شهروندی و همه چیز ما از ما گرفته شده و این مشکل دامنش همیشه از داخل افغانستان بوده، گروه های حاکم در افغانستان بوده، دولت های حاکم در افغانستان بوده که هیچ این مسائل در قسمت امو اخوت و برادری که هم از لحاظ دین هم از لحاظ امو وجدان انسانی و ایمانی ما که بر ما ایجاب میکنه و شعار ما بوده همیشه وقت از اسلام، از قانون خدا، قانون عمری و دولت و حکومتداری شهروندی، هیچ کدام از این به مردم افغانستان متاسفانه تمثیل واقعی نشده. یک شهروند در لحاظ حق و حقوقش خود را در کشورش، در شهرش مرفه و به او حق خود را شامل ببینید. بنابراین این مشکلات هر روزه این مشکل بیشتر شده و تاکید ما بر ازی است که هر چیز زودتر باید در قسمت دولتداری، حکومتداری، در قسمت یک نظامی که واقعا تمثیل کننده خواسته های مردم افغانستان باشه روی از او کار شود تا مردم افغانستان در کشورهای بیرونی بی صاحب و بی آدرس نباشه. من نکم. محمد صاحب ورسی پختنه چه باید وسی ترسو دیننا په ایران کې د افغان کډوالو هغه ستونزې چې دوی یادونه کوي حل سي، او همدارنګه هغه کسان چې د ایران په بندخونو کې شپې ورځې تیروي یا افغانستان ته راوستول سي او یا هم آزاد سي؟ مشکلاتی که امروز مهاجرین در جمهوریشان ایران دارد یک سری مشکلاتی هستند که در بحث زندان شما گفتیم. بیشتر این زندانی از حق و وکالت یعنی وکیل استفاده کردن، چون بیشتر باید سفارت افغانستان، بخش های حقوقی سفارت باید پیگیر زندانی ها باشد که جلساتی را با وزارت خارجه و مدیر کل وزارت امور خارجه زندانیان داشته باشد که بتونن تسریع ببخشد این کار، یعنی هر چه حاجت باید این زندانیان برگردن به افغانستان. یک سری بر اساس اون تبادل نظر، تبادل گوچی تفاهمی که در سال 1385 صورت گرفته باید این صورت بگیرد. بحث مشکلات قشر شما میگید در مورد وضع مهاجرین داریم. ما بالغ بر 500 هزار نفر دانش آموز توی مکاتب جمهوری اسلامی ایران دارن تحصیل میکنند، بالغ بر 30 هزار دانشجو دارن از این مکاتب استفاده میکنند و بیش از چند هزار نفر از خدمات صحی که دفترچه برای اینا بیمه صادر شدن از خدمات صحت اینا استفاده میکنند. این مشکلاتی رو که ما تقسیم بندی بکنیم که مشکلات خیلی جزئی میشود، اون مشکلاتی که غیر قانونی وارد بشود و مدرک نداشته باشند، باید کسانی که محمد صاحب فکر کوی پاش پک میلیون محمد صاحب فکر کوی پاش پک میلیون مهاجرین که چې تاسو وایي هلته ثبت او راجستر شوی دي، د څو زره کسانو د بیمې حق د ټولو ستونزو حل کولی سي؟ اینجا باید تقسیم بندی صورت بگیره. خانواده‌ای که آسیب پذیر هستن، قشر آسیب پذیر دسته بندی می شود. کسانی که واقعا نیاز دارن که از این بیمه و از این دفترچه استفاده بکنن مراجعه می کنن به دفتر ادارتهای کل استانها، مراکز اونجا و باشون صحبت می شود. اگر که واقعا نیاز داشتن به اینا را در خدمات دفتر پیشخان ثبت نام میکنند و میرن مراجعه میکنن به دفتر بیمهشون دریافت میکنند. و کسانی که نیاز ندارن، اما ما بعضی از این نیاز نداریم که از این خدمات استفاده بکنیم، اون افراد هم مراجعه نمیکنند.
در بعضی مشکلات ما که گفتیم کسانی که در حوزه اشتغال مشکل دارد، همه باید در ایران که واقعا برای یک کاری باید پروانه اشتغال صادر بشه، یعنی با کارتای به اداره کار امور مهاجرین مراجعه میکنن، اداره کار یک دفتری دارن که باید هر اتباعی باید برم اونجا پروانه اقامت و پروانه اشتغالشون صادر میشود که میتونه راحت توی همون کاری که در حیطه کارش صادر شده میتونن در اونجا اشتغال ایجاد بکنن، کار بکنن و برای تامین امر و معاش خودشون. بعد این مشکلات فقط هزینه تحصیلی که امروزه در مدارس ایران صورت گرفته است که رایزنی هایی صورت گرفته با سطح استان و در سطح کشور که ما پیگیر هستیم که انشاءالله بتونیم این هزینه دانش آموزانی که توی مدارس کشور جمهوری اسلامی ایران از واقعا این خدماتی که دولت ایران در این 14 دهه‌ای که به مهاجرین داده قابل تقدیر است، همونطور که رهبر انقلاب اسلامی ایران که در سال 1394 یک دستور تاریخی صادر کرد که بنابراین که هر کودک افغانی که حتی غیر مجاز هستن باید از خدمات تحصیلی این کشور استفاده بکنند. خب ما میبینیم که ظرفیت ها زیاد شده، بیش از اندازه مهاجرین وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده است، باید برنامه‌ریزی و آسیب شناسی صورت بگیره که انشاءالله از این چالش‌ها به اون رفت عبور بکنیم. ډیر مننه کوم د کډوالو چارو شونکي ښاغلی محمد خان احمدزی او ښاغلی عبدالشاکر کوثر چې بس کې مرسته ګډون وکړ. له همدې سره زموږ د نن ورځې څرخ پرونه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا هم پولی بخونکي خدای سپارم.